اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. به شاخه سنوبر سه قطره خون چکیده، به چشم میهن من بهار پر کشید، به خاک زابلستان عزای رستمانه است، به کوه و دشت و هامون غزال ها رمیده، به امر پاسداران ستاره ها خموشند، به سوگ شخص سواران به زاهدان رسیده، بلوچ سرفرازم به خون چرا نشد، سر دلاورت را چرا زتن دریده، بگو به مام میهن بزن به قلب دشمن، خروش توست تنها ترنم سپیده، بخوان به نام رستم عزیز مادر من، دلم گرفته امشب به سرو سربریده. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 5 خرداد ماه 26 می ماه به شما سلام میکنم. خب این داغ اسماعیل خویی عزیزم چیزی نیست که به همین سادگی آدم فراموش کنه، به خصوص که میزبان یک اهل اندیشه و ادب و فرهنگ باشه. دکتر آجودانی عزیزم، اجازه بدید اول با یک شعر کوتاه خویی شروع کنیم که بسیار مناسبه و حال و احوال شاعر را به خصوص در این ماه‌ها و سال‌های اخیر به خوبی منعکس می‌کنه. گوش می‌دید. شعری است با نام تا کیفرت چه باشد. مردن به غربت ار پاد افراح پادشاهی است، تا چیست کیفر جرم بر مردمان خدایی است. مردن به غربت ار پاد افراح پادشاهی است، تا چیست کیفر ار جرم بر مردمان خدایی است. بودی امام امت، گشتی امام امت، تا کیفرت چه باشد جرمت خدا نماییست. برگوی کیفر خیش، هی کیفر آشنایا، کار فقیه آیا جز کیفر آشناییست. قهر اختیار کردی، قهر اختیار کردی، مردان بدار کردی، زن سنگسار کردی، این جرم ها جنایی است. صدای خویی، این شعری که برای ایران فردا میخونم. دکتر آجودانی سلام میکنم بهت و به عنوان یک اهل اندیشه و ادب تسلیت میگم غیبت اسماعیل خویی. منم به خودت و به همه مردم اهل فرهنگ ایران و به همه کسانی که با شعر و فکر و اندیشه سر و کار دارن در گذشته اسماعیل خویی رو تسلیت میگم.
اسماعیل خویی شاعر نسل ما بود، یعنی در حقیقت واقعا شاعر نسل ما. من هیچ وقت یادم نمیره زمانهایی که در دانشکده ادبیات پرسه میزدیم، شعرهای اسماعیل خویی بر زبان ما میگشت. اشکم دمید، گفتم نه پای رفتن نه تاب مندگاری، درد خزه کف جوی این است. این تکه از یک شعری بود که از اسماعیل خویی خوندم، ولی واقعا ما با شعرهای او زندگی کردیم، زیستیم با لحظه های بسیار زیبایی. من سالها پیش یه مطلبی در مورد اسماعیل خویی در فصل کتاب نوشتم و امیدوارم که در فرصت دیگه‌ای راجع به اسماعیل خویی مفصل‌تر حرف بزنیم. او سرو تراور شعر فارسی معاصر بود که بر افتاد. من همینجا به دخترش سبا صمیمانه تسلیت میگم و امیدوارم که با شعرهای پدر و با زندگی پدر مثل پدر ادامه بده و زندگی رو زیبا بدونه و دوست داشته باشه. و جالبه دکتر، وقتی سبا اومد اینجا زندگی خویی عوض شد و اگه یاد باشه اون من تشویق کردم رفتن فرزندش رو به سهراب، یعنی گفتم سهرابش رو از دست داد و خویی ویران بود و سبا واقعا زندگی اون از اون دوباره چراغش رو روشن کرد و می دیدم تو جلساتی که با هم بودیم چقدر این دختر به پدر می رسید. خدا عمرش رو دراز کنه و باشد و به قول شما خویی رو زنده نگه داره همچنین. امیدوارم همینجور باشه. کاملا با تو هم عقیدم. درست میگه، اصلا زندگی خویی رو زیر و زبر کرد بعد ماجرای پسرش. درود بر سبا عزیز. دکتر عزیزم، من خواستم ازت خواهش کنم این یکی دو جلسه رو بگذاریم برای هدایت و به ویژه این کار درخشان بوفکورش خیلی جالبه، اما من ترجیح میدم چون بوفکور کاری که باید عمیق، یعنی تمام این 55 دقیقه متمرکز بشیم رو، اجازه بده من توی این قسمت اول یه مقدار سوالایی دارم در مورد غیر بوفکور هدایت. اگر اجازه بدی اونا رو مطرح میکنم، در نیمه بعد میریم روی بوفکور و ادامه میدیم در برنامه بعد. حضور درس کنم که هدایت یک کار نه چندان بزرگی داره از نظر حجم به نام البعثة الاسلامية فی بلاد الافرنجی. به نظر من این کار درخشان، اولا نشون میده که هدایت چقدر با زبان و فرهنگ آخونده آشنا بود، چقدر خوب میدونسته اینو و آنچه در این مسئله کرده به خوبی واضحه که او تأمل کرده و رفته رو این کار. و کجاست هدایت که ببینه تمام اون پیشبینی ها و فکرهایی که می کرده با نگرانی با اومدن جمهوری ولایت فقیه تحقق پیدا کرد. داره بعد از این که شما صحبت فرمودید من یک کلیپی براتون پخش میکنم که ببینید هدایت چطور همه اینها رو میده. شما نظرت راجع به اصولا این نوشته چیست؟ شهامت انتشار این نوشته و امیدوارم، یعنی چون بحث امشب و قرار بود برای بوفکور بذاریم، حتما این کارو میکنیم. اگه خواهش میکنم بذار من به بوفکور بپردازم. برای همه این مسائل هدایت البته صحبت خواهیم کرد، برای اینکه مهمه و اون چی که الان اهمیت داره در مورد هدایت گفته میشه. خب او شاخک های تیزی داشت، بسیاری از مسائل تاریخ معاصر ایران رو پیشبینی کرد، دید و در نوشته های خودش پراکند. خب همین البعثة الاسلامی که میگیم، مسئله صدور انقلاب اسلامی با تمام جزئیاتش در اونجا مثل که پیشبینی شده. این بختکی بود که هدایت اینو در البعثة الاسلامی جا انداخت و یادگار گذاشت. اما اهمیت هدایت به خاطر این نوشته ها نیست. درسته که این نوشته ها
به اصطلاح در کارنامه زندگی هدایت نقش خیلی مهمی داره و برای بررسی مهمترین کارهای هدایت هم خیلی مهم هستن، اما مهمترین کار هدایت همین بوفکوره. یعنی در واقع در مجموعه کارهای او حرف اساسی هدایت در همین بوفکور گفته شد. دکتر خب... شما برای اولین بار بوفکور و ناسیونالیزم رو مطرح میکنید، یعنی چیزی که از چشم همه ما دور مانده. این خیلی برای من جالبه. بله، متاسفانه جریانهای فکری ایران، روشن فکری ایران ندیدند این در اون مایه اصلی بوفکور رو. بیشتر سعی کردن بوفکور رو عنوان یک رمان به اصطلاح ذهنی و سورالیستی و روانشناسانه و اینجور چیزا دنبال بکنن. و یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه بوفکورشناسی بود این بود که بیشتر مسائل روانی هدایت رو میخواستن از درون داستان بوفکور در بیارن و همین دلیل غفلت شد. یعنی واقعا در نقد ادبی ایران و در بحث و نظر و مطالعات به صلاح اهل فکر و اهل قلم ایران اساسی ترین جنبه های بوفکور که همون جنبه ایرانی بودنشه و مهمتر از جنبه ایرانی بودن اون نگاه ایرانی که او از این طریق یک داستانی رو می نویسه که بر تارک داستان نویسی ما همچنان می درخشه. یعنی هم تا امروز هم اگه از من بپرسن فکر میکنم مهمترین اثر داستان نویسی ایران همین کتاب بوفکور هدایت. اما چرا این کتاب اهمیت پیدا کرده؟ به این دلیل، پیش از هدایت یک فهمی از زمان در تاریخ ایران پیدا شد و این با تجدد در ایران پیدا شد. من به این موضوع اشاره کردم که ایرانی ها در اون دوره قاجار در حقیقت نخستین بار با تاریخ باستانیشون آشنا میشن، به گذشته باستانیشون یک گذشته پرشکوه و افتخار پیدا میکنن و بعد سعی میکنن تاریخ ایرانو به لحاظ زمانی در یک محدوده خاص زمانی مطرح. البته بگم پیشتر هم تو ادبیات ما به ایران باستان یا دوران قبل از اسلام ایران اشاره میشد، اما این تعبیری که اینها به کار گرفته بودن تاریخ ایران رو به دو دوره از نظر زمانی تقسیم کرده، یک ایران باستان و بعد از اون ایران اسلامی. یعنی حتی تاریخ معاصر در این معنا ایران اسلامیه، به این معنا که این ایران اسلامی از 1400 سال پیش شروع میشه و تا حال ادامه داره و اون ایران باستانی یک سرگذشت دیگری بود، یک گذشته تاریخی دیگری بود. این مفهوم از زمان که تاریخ ایران رو دو بون میبینه، در دو سو میبینه و اتحاد یک پارچگیش نگاه نمیکنه اما جدا سریشون رو میبینه، در بوفکور هدایت در ساختار رمان بوفکور هم خودش جاسازی کرد و به اصطلاح جایگزین شد در این داستان. به این معنا که هدایت هم مفهومی که از زمان ارائه میده همون مفهومی که در دوره تجدد در ایران پیدا شده و دو داستان هدایت، یعنی دو بخشی که از بوفکور وجود داره، همون دوبونی بودن، همون دو زمانی بودن و در مورد تاریخ ایران به ساحت داستان کشون، یعنی ساختاری داستانی ازش ارائه داد. یه دلیلی هم که این بوفکور رو نتونستن بفهمن یا بد فهمیدن یا کمتر فهمیدن یا تفسیر های متفاوتی داشتن و داستان رو نتونستن درست ببینن واقعا این که این مفهوم دوبونی زمان که در بوفکور پیدا میشه مفهوم تاریخی، مفهومی که در دوره مشروطیت ساخته و پرداخته میشه و اینجا ساختار داستانی پیدا میکنه. ما در روایت اول یک
کلید اساسی وجود داره و این زمانیه که راوی یعنی کسی که داستان رو نقل میکنه در بفور در شاه عبدالعظیم یعنی در ایران معاصر در رویای خودش مسائلی رو میبینه که مربوط به ایران باستان تصویر زنی رو میبینه به نام دختر اسیری که این زن در واقع تمام زیبایی ها و شکومندی های فرهنگ ما رو ارائه میده تمدن ما رو ارائه میده ظرافت و پاکیزگی نهادش و خب راوی در این قسمت در داستان عاشق همین ایران باستانه یا عاشق همین زنه در واقع ولی میخواد به شکلی از دست این عشق خلاصی پیدا کنه و به همین خاطر در داستان اول راوی دست به یک جنایت در خواب میزنه یعنی دختر اسیری که در جستجوش بوده عاشقش بوده این به در خانه راوی میرسه و راوی نمیبره تو خونه میره رو تخت دراز میشه راوی با او هم بستری میکنه و بعد این دختر اسیری رو میکشه در واقع میخواد این عشق شکومندش رو به ایران باستان رو در خودش بکشه و اونجایی که این کار میکنه بعد جنایت شکل فاجعه آمیز پیدا میکنه این پیکر به اصطلاح مرده دختر اسیری رو تکه پاره میکنه و در یه چمدان میذاره میبره به قبرستان ری دفن میکنه اما قبل از اینکه این کار انجام بده یک بار دختر اسیری چشمشو باز میکنه و این تصویر چشم دختر اسیری رو میکشه این نقاش راوی نقاش ما و میخواد با خودش ببره به قبرستان یا به جایی پیرمرد غربکن میرسه و به او میگه کجا میخوای بری من میتونم بهت کمک بکنم و میریم برای تو یه قبری میکنم به هر اندازه که بخوای و این راوی میره در سوار کالسکه غربکن میشه ولی میره درست اون جایی که تابوتی هست که جای تابوته توی تابوت دراز میشه و این چمدان میذاره رو سینه خودش بعد راوی میگه وزن مردهی رو سینه من فشار میداد یعنی این عشقی که هنوز تکه پاره هاش در اون چمدونه در روی سینهش سنگینی میکنه اون وزن مرده در واقع اون عشق شکومندش به ایران باستان که میخواد از دستش خلاص شه از دردمندی این عشق خلاص شه بعد در اونجا قبرکن یک قبری میکنه و این چمدون دفن میکنه و اون تو یک گلدان پیدا میشه که قبرکن بر میداره میگه گلدان راقه یادگار شهر قدیم ری همه تمدن ایران در این گلدان راقه وجود داره و این بیچاره راوی میگه من به تو مزد بدم میگه نه من مزدم پیدا کردم این گلدان راقه است یادگار شهر قدیم ری راوی در همون روایت که بر میگرده طرف خونه دوباره قهرکن دنبالش میاد و باز سوارش میکنه و میگه من امروز رفتم یه قهر کندم یه گلدان پیدا کردم و این گلدان میدم به تو دوباره راوی میره تو همون جای تابوت دراز میکشه این بار به جای اون به اصطلاح چمدان گلدان راقه رو سینه‌شه باز میگه وزن مرده‌ای روی سینه‌ام فشار میداد بعد میاد تو خونه این گلدان راقه رو که پاک میکنه میبینه تصویری که از چشم دختر اسیری کشیده عیناً روی این گلدان راقه است بعد میگه پس من یک همدرد قدیمی هم داشتم که مثل من عشق میورزید به این چشم‌ها و این زیبایی‌ها این تنها چشمی نبود که منو شکنجه میداد بلکه اینو هم چیکار میکنه شکنجه میداد اینجا در واقع ما تمام تصویر دختر اسیری رو دوباره رو گلدان راقه میبینیم و این راوی هدایت در واقع خواست از دست دختر اسیری خلاص بشه از دست چشماش خلاص بشه ولی خلاصی نداشت دوباره گلدانی پیدا میشه که تصویر اون رو با خودش داره اینجا داستان در واقع در روایت اول تمام میشه این
در شهر ری اتفاق میفته، خوابیه که او در مورد ایران باستان میبینه، دختر اسیری میبینه. اما وقتی که وارد داستان قسمت دوم داستان میشیم، داستان شگفت‌انگیزه. به این جهت شگفت‌انگیزه که در روایت دوم زمان ایران اسلامیه. یعنی ما میبینیم که در تمام این نقطه‌ای که میبینیم اینه که در زمانی که وقتی میگم ایران اسلامیه، موقعی که راوی بیدار میشه میگه از پنجره اتاقم به بیرون نگاه میکنه، میبینه که شهر قدیم ری، اینجا شهر ریه، توصیفش میکنه با توصیف مسجد داره، کوشک داره، فلان داره، این از فضای اسلامی رو تصویر میکنه. بعد میگه دو نفر در این پنجره، از پنجره اتاقش قابل دیدن در روایت دوم. یک پیرمرد خنزر پنزری قرآن خانی که از دهان شبهای جمعه آیات عربی فرو میریزه، و در کنار او یک قصابی که بسم الله میگه به گوشتهای گوسفندی رو تکه تکه میکنه. یعنی هم قصاب بسم الله میگه و گوشت میبره، و هم پیرمرد قنزر بنزری آیات عربی از دهانش فرو میریزه. بساطی جلوی پیرمرد قنزر بنزری پهنه، راوی در اون بساط دستمال کهنه‌ای رو میبینه که کوزه‌ای درش بسته شده. این جزء بساط پیرمرد قنزر بنزری. اینجا دیگه ما میبینیم که اون فضای داستان در مورد ایران باستان عوض میشه، ما پا میذاریم به دنیای ایران اسلامی. اینجا دیگه شهر ری در سیطره قصاب بسم الله گوی پیرمرد قرآن خانه، و همه چیز رنگ و بوی اسلامی داره. و دکتر اجازه بده من یه پرانتز باز کنم، فقط اینجا مهمه. دوستی من دارم، استاد خلدون شمع، منتقد و نویسنده بزرگ سوریه، این کتاب صادق هدایت بوف الامیا یا بوف کور 14 بار در سوریه چاپ شده بود تا قبل از این بازی های کشت و کشتارا، و حدود 10 بار در مصر و در 12 بار در عراق و جاهای دیگه. یه روز با من صحبت میکرد، گفت صادق هدایت بزرگترین نویسنده تمام جهان اسلام و منطقه است، به جهت اینکه شهامتی پیدا کرده که تمدن بزرگ ایران رو میذاره کنار تمدن بیابانی. و بسیار میخوام بگم آقای دکتر آجودانی، این تجربه و کشف شما کار بسیار بزرگیه، و اینو باید تعمیم داد مردم بدونن هدایت کی بود. به تو کله ما میکردن نخون این هدایت، باعث ناامیدی میشه، باعث خودکشی میشه. این چیزی بود که ما از بچگی میشنیدیم، ولی واقعا نگاه شما نگاه فوق العاده است. من که خودم خیلی آموختم، کتابو خوندم و الان میشنوم از شما. میفرمایید ببخشید. بله، و در این قسمت دوم در حقیقت همه چیز دست به اصطلاح پیرمرد خنزر پنجریه، و دست قصابی که میبره و بسم الله میگه، یعنی فضا این فضاه. و راوی در این روایت دوم میبینه که دختر، یعنی خودش میگه در یک روز 13 با همین فلان اینا رفته بودیم به طرف شهر ری برای 13 به در، میگه اون دختر اسیری رو در صورت بچگیش میبینه که این از رود سرن که میخواد بیاد به این طرف رود میفته تو آب، و وقتی که این از تو آب در میارن چادر نماز جلوش میگیرن. وقتی چادر نماز جلوی دختر اصیلی میگیرن، او تبدیل میشه به لکاته روایت دوم بکنبور که لکاته دوران اسلامیه. در این روایت دوم دختر اصیلی که تبدیل میشه با چادر نماز به لکاته دوران اسلامی، تماما در خدمت پیرمرد خنزر پنزریه. یعنی با اینکه زن راوی هست حالا در واقعیت دوران اسلامی،
منتها راوی همه جا ازش به عنوان لکاتر میزنه و میگه این با هر کس و ناکس میخوابه یا با این پیرمرد خنزر پنزری میخوابه و تن به من نمیده. اجازه بدید من اینجا این دو تا نکته‌ای که هست براتون بخونم. این دختر اسیری با بیرون آمدن از نهر سرن درست در آن لحظه‌ای که چادر نمازی جلوی او میگیرند پا به دنیایی میگذارد که ایران اسلامی است، ایرانی که در تصرف رجاله ها و قصاب ها به قنزر پنزری های قرآن خان است. تنها راوی بوفکور است که در میان رجاله ها یک نژاد مجهول و ناشناس است. نفرت او از دین و آیین عربی آن اندازه روشن است که میگوید هیچ وقت نه مسجد و نه صدای اذان و نه وضو و نه خطف انداختن و دلا و راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. این عین متن بوفکور و من تعجب میکنم چطور اینا رو ندیدن. همین حرف رو با همین حرف و هدایت باز در توپ مرواری هم تکرار میکنه میزن. اما حالا ببینید اینجا اتفاقی که در این روایت میفته، این لکاته که زن به اصطلاح راویه تن به شوهرش نمیده که راوی باشه، ولی با پیرمرد خنزر پنزری ارتباط چی داره؟ حسنه داره. این تیکره که میخونم از قول دایش تعریف میکنه و خیلی شگفت انگیزه. میگه دایم یک چیز ترسناک برایم بود، قسم به پیر و پیغمبر میخورد که دیده است پیرمرد خنزر پنزری شبها میآید در اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که این لکاته به او میگفت، به او میگفته است شال گردن تو وا کن. هیچ فکرش را نمیشود کرد. پریروز یا پس پریروز بود که وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لاگ در اتاقم، خوب خودم دیدم وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لاگ در اتاقم خودم دیدم، به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد به کرم خورده پیرمرد که از لایش آیات عربی بیرون می آید روی لب زنم. و خب این در واقع جای دندانهایی که ازش آیه‌های عربی میاد روی لب زنش، یعنی در واقع همه هستی زنش در اختیار این پیرمرد خنزه. بعد دوباره تو ادامه میده میگه آری جای دو تا دندان زرد کرم خورده که از لاگش آیه های عربی بیرون می آید جای دندان های او را روی صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمی داد، که مرا تغییر می کرد، ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم. چرا دوست داشت؟ برای اینکه هنوز یادگاری به تصویر مبهمی از دختر اسیری در این زن هست. بله، یعنی این لکاته یادآور هنوز دختر اسیری. این عشق اینجا همچنان در بین راوی و لکاته استمرار پیدا. خب دو سری لحظه درنگ بکنید، یک درجه کوتاهی ما درنگ بکنیم. عجب بس جذابی است و چقدر خوشحالم اینو شروع کردیم. در این کوتاه میکنیم و باز میگردیم، با ما باشیم. بسیار زیبا بود با درود دوباره وقتی که امیر حسین طریقت بسازد و بهزاد عبدی هم تنشید. دکتر عزیزم بازگردیم به خدمت استاد عزیزم، سراپا گوشیم و ادامه صحبت های شما رو. بله، این در روایت دوم هم لکاته در اختیار پیرمرد خنزر پنزریه و هم گلدان راقه پیچیده در دستمال چرکین در سفره پیرمرد خنزر پنزری وجود داره. یعنی هم مظهر تمدن و هم مظهر معنویت ایران اسیر دست پیرمرد خنزر پنزری قرآن خان. این تجاوزیه که به یک فرهنگ و به یک مدنیت در این
ساحت داستان انجام میگیره. و اینجاست که راوی گفتگور وقتی میبینه که هم گلدان راغه را از دست داد، هم صورت دیگر دختر اسیری رو به صورت لکاته از دست داده، اون وقت راوی با گفتگور که دیگر پاک باخته است که همه هستی او، زن او، به نیز خاطری پرشکوه عشق او به ایران باستان در هیئت کوزهی در تصرف پیرمرد قرآن خان است، ناگهان به جغد کوری تبدیل شد. این جالبه، جغد در بسیاری از نوشته های هدایت هر جا پیدا میشه در ربط با اسلام یا در ربط با مسجده، هر جایی که ما در آثار هدایت میبینیم. و بعد اون وقت خود راوی میگه گویا پیرمرد خنزر پنزری، مرد قصاب، ننه جون و زن لکاتم همه سایه های من بودن، سایه هایی که من میان اونها محبوس بودم. در این وقت شبیه یک جغد شده بودم ولی ناله های من در گلویم گیر کرده بود و به شکل لکه های خون اونها را تف میکردم. شاید جغد هم مرضی دارد که مثل من فکر میکنه. با مسخ شدن راوی به صورت جغد، ناقوس مرگ به صدا در میآید و ما این ناقوس مرگ رو باز در جاهای دیگه در پروین دختر ساسانی هم وقتی پروین و پرویز در حال معاشقه هستند صدای جغد میاد و بعد پروین نگران میشه، میترسه. پرویز میگه مگه تو هم به این حرفا اعتقاد داری؟ ولی آخرش هم میبینین که همونجا زندگی عاشقانه اینها پایان میگیره. حالا وقتی که بر میگردیم، راوی که به این جغد تبدیل میشه در جستجوی انتقامه. در روایت اول خواست خاطره این عشق رو ویران بکنه، تیکه پاره بکنه. حالا تبدیل میشه به یک جغد، بازم باید ویرانگری رو آغاز بکنه. میگه بلند شدم، عبای زردی که داشتم روی دوشم انداختم، شال گردنم را دو سه بار دور سرم پیچیدم، یعنی ادای همون پیرمرد خنزیر غوز کردم، رفتم گزلی که دست استخوانی که در مجری قایم کرده بودم در آوردم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق لکاته رفتم. صدایش را شنیدم که میگفت آمدی، شال گردن تو واکن. اینو با پیرمرد خنزر پنزری اشتباه میکنه. مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم و در ته دلم از او اکراه داشتم. به نظرم میآمد که اس عشق و کینه با هم تو هم بود. دستم را به اختیار تکان دادم و حس کردم گزلی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت. مایه گرمی روی صورتم بید، مایه گرمی که در مشت من پر شده است. اون مرده بود، دیدم چشم اون میان دستانم بود. دقت کنید، اگر در روایت اول نگاه کنید، راوی عاشق چشم دختر اصیلیه. وقتی یه لحظه باز میکنه چشمشو، تصویرشو، تصویر چشمشو میکشه. در همون روایت اول هم گلدان راغه رو میبره کنه، باز تصویر چشم دختره. اینجا وقتی انتقام که میگیره، گزلیکو میزنه به چشم لکاته رو که یادگار چشمای دختر اسیریه، به اصطلاح تیکه پاره میکنه. میگه ولی او مرده بود، دیدم چشم او میان دستم بود. رفتم جلوی آینه ولی از شدت دست دستهایم را جلوی صورتم گرفتم، دیدم شبیه نه اصلا پیرمرد خنزر پنزری شد. دکتر نورزاده دقت کن اینجا چی میگه. وقتی پیرمرد خنزر پنزری شده بودم، میگه روح تازه‌ای در من خلق کرده، اصلا طور دیگر فکر میکردم، طور دیگر حس میکردم و نمیتوانستم خودم را از دست او، از دست دیوی که در من بیدار شده نجات دهم. من پیرمرد خنزر پنزری شدم. این داستانیه که تا اینجایی که برات خوندم، این در واقع به این لحظه اتفاقی که در داستان میفته
یعنی تبدیل یک مدنیت و یک فرهنگ به یک مدنیت و فرهنگ. تمام گفتگور ساختار داستانی هست که این استحاله و تبدیل رو چیکار میکنه؟ نشون میده. بدین ترتیب در تحول سمبولیک نمادها با تغییر روح، با تغییر فکر، با تغییر حس، انسان ایرانی راوی به انسان عربی پیرمرد خنزرپنزری تبدیل میشود. به استحاله یک مدنیت و فرهنگ کهنسال، فرهنگ ایرانی به رسوم و آیین بیگانه، رسوم و آیین عربی، همون چیزی که مایه یأس ویرانگر هدایت بود، در زبانی استعاری شاعرانه و ابهام‌آلود به نمایش گذاشته میشه. گفتگور شاهکار هدایت اینجوری پایان میاد. این لحظه میگه از شدت اضطراب پریدم از خواب، مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شده باشد. دوباره صحبت خواب ها، یعنی این دوره هم که میبینه مثل که در خواب دیده. چشمهایم را مالاندن. حالا دنبال چی میگرده؟ اولین چیزی که جستجو کردم گلدان راقه بود که در قبرستان از پیرمرد کارش که چی گرفته بودم، ولی گلدان روبروی من نبود. این وقتی که در دنیای روایت دوم بیدار میشه گلدان رو نمیبینه، اولین چیزی که دنبالش میگرده گلدان. هنوز این عشق شکومندش به ایران باستان در این گلدان راقه تبلور داره و هنوز دردمندی او رو داره. گلدان راقه یادگار قدیم شهر ری در هیئت کوزه‌ای بسته در دستمالی چرکی زیر بغل پیرمرد خنزرپنزری است و راوی امیدی به پس گرفتن آن ندارد. گفتگور یگانه شاهکار هدایت این گونه پایان میگیرد. عجیبه. میگه بلند شدم، خواستم دنبالش بدوم، دنبال اون پیرمرد خنزرپنزری بدوم و اون کوزه، اون دستمال بسته را از او بگیرم، ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور شده بود. من برگشتم، پنجره رو به کوچه اتاقم را باز کردم. هیکل خمیده پیرمرد را در کوچه دیدم که شانه‌هایش از شدت خنده می لرزید و اون دستمال بسته را زیر بغلش گرفته بود. افتان و خیزان می رفت تا اینکه بکلی پشت مه ناپدید شد. حالا میگه وزن مرده‌ای رو به سینه‌ام فشار می‌داد. این وزن مرده یادگار همون همه اون چیزهاست. حالا من این کتاب هدایت گفتگور به ناسیونالیسم، ببخشید دکتر، ببخشید، چند بار گفتگور رو خوندی این نتایج رو حاصل شد برات به دست رسیدی؟ الان بهت میگم، بذار این تیکر بخونم بعد به این سوال جواب. این در واقع حرف آخر من این بوده در این کتاب. بدین ترتیب راوی گفتگور در زمان حال در ایران اسلامی شده، ایرانی که از 1400 سال پیش تا کنون استمرار دارد، همچنان دلنگران گلدان راقی است که یادگار شهر قدیم ری، یادگار عشق و یادگار عظمت و شکوه باستانی است و در دست‌های متجاوز پیرمرد خنزرپنزری قرآن خوانی از دید او محو می‌شود. گویی راوی گفتگور همچون هدایت در برزخ سنت و مدرنیسم و در سایه شوم یأسی ویرانگر امیدی به آینده، امیدی به احیای گذشته پرشکوه و امیدی به بازیابی کوزه راغ ندارد. خاطره مردبار اون عشق پرشکوه به گذشته چون وزن مرده‌ای هم بر سینه هدایت و هم بر سینه راوی گفتگور سنگینی می‌کند. همچنان من کتاب اینجوری به پایان بودم. اما برگردم به سؤال اینکه چند بار گفتگور خوندم. موقعی بود که در دانشگاه اصفهان دو واحد درس گذاشته بودن به اسم ادبیات مشروطه و معاصر، و این دو واحد درس هم که گذاشته بودن، دوستانی که در
گروه بودن، به خصوص استاد دکتر نوریان، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی. اون زمان ایشون رئیس گروه بود، به من گفت که دوست من، تو تنها کسی هستی که میتونی این دو واحد رو درس بدی، برای اینکه تو با ادبیات معاصر آشنایی و رساله دکتری تو هم در مورد ادبیات مشروطه در حال نگارش. من اون موقع فکر کردم خب اگر ادبیات مشروطه رو یا ادبیات معاصر رو، من همیشه به عنوان ادبیاتی که میخوندم که لذت ببرم، خب هدایت رو از دوره دبیرستان خونده بودم و همینجور دوره دانشگاه ادامه میداشت، اما اونجایی که باید میرفتم درس بدم، فکر کردم باید یک بار نیما و یک بار هدایت رو دوباره بخونم و بوفکور رو در دست گرفتم. چندین بار خوندم نمیفهمیدم، شعرهاش رو خوندم، داستانهاش رو خوندم، روایتهاش رو نمیفهم. ناگهان یک شب در اصفهان، در سیاهی های دل شب، این پیرمرد خنزر پنزری قرآن خان چهره روشنی برام پیدا کرد. به گلدان راقه، یادگار شهر قدیمی ری، معنای آشکاری برام پیدا کرد. ربط این داستان ها و این فهم از درون خود بوفکور شروع شد. یعنی من با خوندن چندین باره بوفکور این جزئیات رو که با تأملاتی که برسرش میکردم و میاندیشیدم که آخه چیه اینا، ارتباطش برای من پیدا شد. اون وقت شروع کردم بوفکور رو در سه روایت خوندم. یه روایت که خود بوفکور بود که از توش این چیزها رو در آورده بودم. بعد رفتم همین بوفکور رو در متن داستانهای دیگر هدایت خوندم، نمایشنامه‌هاش با پروین دختر ساسانی، تصویری که از دختر اسیری در بوفکور میده، لب غنچه‌ای، قد بلند و بالا، چشم ترکمانی یا بادامی، همه اینا تصویر چیز پروین دختر ساسانیه. و بعد خب از درون خود داستانهای هدایت فهمیدم که این بوفکور همون معانی و مفاهیمی که در جاهای دیگر به صورت شعاری مطرح کرده، اینجا در بوفکور به ساختار داستان داده و هنر، به شیوه هنر بیان شد همه چیز. و خب ببینید، مثلا شما در فواید گیاهخواری هدایت، یعنی خود هدایت مثلا آدم گیاهخواریه با گوشتخواری بده، در بوفکور همه اون فواید گیاهخواری در یک تصویری که اون قصاب داره این گوشت ها رو میبره، از اون گوشت های گوسفند های بیچاره سرازیر میشه، خودش نشون میده. یعنی دیگه بیان تمثیلی و بیان هنری میگه. در نتیجه آیا ببخشید، آیا پروین دختر ساسان که میاد، آیا وقتی شکل تحول یافتش بعد از اسلام و غیره میشه علوی خانم؟ آیا این ارتباط همین لکاته میشه در واقع؟ ببین، پروین دختر ساسانی اون صورت ایدئالی از دختر اسیری هم هست، یعنی خیلی این دوتا شبیه هم هست. و خب بعد وقتی که در دوران اسلامی میرسیم، اون تبدیل میشه به چی؟ به لکاته دوران اسلامی. منتها مسئله این بود، من برای اینکه مطمئن‌تر بشم باید میفهمیدم این دوتا زمان چیه، روایت اول در چه زمانیه، روایت دوم در چه زمان. خیلی ها که راجع به بوفکور خونده بودن این دوتا روایت رو اشتباه میکرد، یعنی جای اینا مشخص نبود. من با خوندن متن هدایت در متن وسیع‌تر و بزرگتری به نام متن تجدد در ایران، تاریخ مشروطه در ایران، اون وقت متوجه شدم که چه همخوانی و گفتگوی درنگ برانگیزی بین بوفکور و مفهومی که از زمان در دوره تجدد در ایران پیدا شده وجود داره. یعنی دکتر همینجا نگرش ما وقتمون تموم شد، ولی اینقدر من لذت بردم از این برنامه و مطمئنم بینندگان ما هم از این نگاه جدید و از این چیزی که شما به قول ایران گن دیسکاور کشف کردی همه سپاسگزارم. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای فرنگ شیر و خورشید نشان،
هماره برافراشته باد مثل نام صادق هدایت. با دیدار بعدی همه شما را به پرورگار پروین دختر ساسان می سپارم.